21 مهر ساعت 8 صبح دارم شعارهای شب نوشته رو پاک میکنم. اینجا رشت 21 هفت، ساعت 7 صبح شب بنویسی صبح پاک میکنن، صبح بنویسی شب پاک میکنن، مردم کم نمیارن باز مینویسن. اینو ببینی، صد بار پاک کنی مینویسم من زندگی آزادی. هیچ کدومشو موتور سوار نیستن، هیچ کدومشو. خوردان زمین باشی، خوردان زمین دیدی گفتم موتور سوار نیستن، خوردان زمین گرفتی فیلم. خامنه ای نشه باز بگو اختشاشه، هر چی تو میدی باشه خراشه. درود بر شما مردان و زنان سرزمین عزیزمان و همراهان کانال خبری کیوسک. دعوت میکنم خبرهای امروز رو از دست ندید و تا انتها با ما همراه باشید. از اینکه نظرتون رو با ما و سایر دنبال کنندگان به اشتراک میگذارید از شما سپاسگزاریم. اعتراضات چهارشنبه کولاک جدید مردم شجاع ایران، نشریه رسمی دولت آمریکا. رژیم از هم پاشیده شده. 26مین روز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که با ادامه اعتصاب بازاریان در شهرهای کردستان و پیوستن برخی دیگر از شهرهای ایران به این اعتصاب عمومی و همچنین 3مین روز اعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت آغاز شده بود، در بعد از ظهر و غروب آغاز اعتراضهای پراکنده گروه‌های مختلفی از مردم شهرهای گوناگون کشور را به همراه داشت که تا ساعات پایانی شب و حتی بامداد پنجشنبه ادامه پیدا کرد و به اعتراضات گسترده شبانه در سراسر ایران تبدیل شد. خیابون فلسطین. چهارشنبه 20 مهر، توقف ولیعصر، خیابون خیلی. سلام، وقت بخیر. 20 مهر مخلوق و درگیری بسیار شدید میان نیروهای سپاه و مردم. موج تازه اعتصابات و اعتراض‌ها که روز و شب چهارشنبه 20 مهر به پا خاست، در واقع پاسخی بود به فراخوان‌های متعددی که در روزهای گذشته مردم را به اعتصاب و اعتراض در این روز دعوت کرده بود. در یکی از این فراخوان‌ها گروهی که خود را جوانان محلات تهران می‌خوانند، از مردم خواسته بودند که از ساعت 12 ظهر چهارشنبه تا سپیده دم در تمام میادین و خیابان‌های اصلی همه شهرهای ایران تجمع اعتراضی برگزار کنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و سندیکای کارگران هفت‌تپه نیز فراخوان‌هایی برای گسترش اعتصاب‌ها منتشر کرده بودند. گزارش‌ها از درگیری شدید نیروهای سرکوبگر با معترضان در بسیاری از شهرها و همچنین تیراندازی نیروهای امنیتی یگان ویژه و ماموران لباس شخصی به معترضان با اسلحه جنگی یا ساچمه‌ای حکایت دارند. این اقدام نتوانسته مانع حضور معترضان در خیابان شود، اما هنوز هیچ گزارشی هم از کشته شدن احتمالی معترضان در روز و شب چهارشنبه منتشر نشده است. نازی‌آباد 20 مهر 1401 مامورا حمله کردند
چهارشنبه 20 مهر خیابون قزوین سر عباسی، مردم خیابون رو بستن و شعار مرگ بر دیکتاتور سر میدن. ماشاءالله مردم. ماشاءالله بهتون، ماشاءالله. مرگ بر دیکتاتور! اعتراض‌های سراسری که از ماه گذشته آغاز شد همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی را با بحرانی جدی مواجه کرده است. در حالی که ماموران حکومت در خیابان‌ها معترضان را سرکوب می‌کنند، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از اشتباه و ضعف نظامی سخن گفت که پیشتر هرگز سابقه نداشته است هیچ گونه اشتباهی را بپذیرد. اژه‌ای روز دوشنبه 18 مهر خطاب به معترضان گفت: اعلام می‌کنم که آمادگی استماع نقطه نظرات و پیشنهادات و انتقادات آنها از طریق گفتگو را دارم و قطعاً چنانچه اشتباه و ضعفی از ناحیه ما وجود داشته باشد، از نقطه نظرات ارائه شده در راستای رفع آنها استفاده می‌کنیم و هیچ ابایی از اصلاح و رفع ضعف نداریم. نشریه تایم در مقاله‌ای به اعتراض‌های اخیر پرداخته است که هرچند از لحاظ ابعاد و جمعیت معترضان با تجمع صدها هزار نفری در سال 88 تفاوت دارد، در نوع خود بی سابقه است و به ارکان جمهوری اسلامی نفوذ کرده است. دامنه اعتراض‌ها حتی به محله‌هایی مانند نازی‌آباد، فلاح و ولیعصر گسترش یافته که پیش از این پایگاه‌های سنتی جمهوری اسلامی و نیروهای بسیج به شمار می‌رفتند. تاراس پهریفر، پژوهشگر بخش ایران در دیدبان حقوق بشر در این زمینه می‌گوید: اینها مناطق معمول برگزاری تجمع‌های اعتراضی نیستند. شکاف به رژیم خیلی خیلی نزدیکتر شده، به پایگاهش خیلی نزدیکتر. مازیار بهاری، سردبیر ایران وایر میگوید: مطمئن نیستم الان بتوان آن را پایگاه نامید، زیرا پایگاه باید وفادار باشد. ایران وایر در گزارشی به بحران در بدنه نیروهای امنیتی اشاره میکند که دچار تضعیف روحیه و ریزش نیروها شده است و این ترس وجود دارد که نیروهای مسلح از هم بپاشند. ایران وایر به نقل از یک مقام امنیتی سابق که نامش ذکر نشده می نویسد: سوال بسیاری از نیروهای انتظامی و امنیتی این است، برای چه؟ برای این دولت که سراپا فساد است؟ نشریه تایم در ادامه با کریم سجادپور، تحلیلگر از مؤسسه کارنگی، صحبت کرده است. سجادپور به تایم میگوید: فروپاشی جمهوری اسلامی در عین اینکه حتمی نیست، دیگر دور از تصور نیست. جمهوری اسلامی سرانجام راه اتحاد جماهیر شوروی را خواهد رفت، اما زمان بندی این که چه موقع رخ می‌دهد و بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد کاملا پیش‌بینی ناپذیر است. سوال این جاست که آیا رژیم می تواند این اعتراض ها را سرکوب کند بدون این که آتش آن را شعله ورتر کند و همزمان نیروهای امنیتیش را حفظ کند؟ آنها تا کنون در تمام خیزش های عمومی در این کار موفق بودند، اما دامنه جغرافیایی و شدت این اعتراض ها بی سابقه است. سجادپور در ادامه می افزاید: اعتراض های خیابانی ممکن است با سرکوب مهار شود، اما اگر اعتصاب های گسترده و ادامه دار کارگران پتروشیمی و بازاریان آغاز
شود، اوضاع به سرعت تغییر می کند. به نظر می رسد جمهوری اسلامی از هر سو زیر فشار و حمله است و مطمئن نیست جای پایش قرص و محکم باشد. در سرکوب اعتراض های پیشین، مقام های جمهوری اسلامی موفق شدند حس ملی گرایی ایرانیان را تحریک کنند و ترس از جدایی طلبی اقلیت های قومی کرد، بلوچ و عرب را به دل آنها بیندازند. اما مرگ مهسا امینی، دختر کرد 22 ساله، تمامی این معادلات را برهم زد و اعتراض ها از کردستان آغاز شد و ظرف چند روز به بیش از 80 شهر در سراسر کشور گسترش یافت. سپهری فر میگوید همبستگی فراتر از مرزبندی های قومی همچنان مستحکم است. تا جایی که میبینم اعتراض ها گسترده است. از نظر تعداد معترضان پرشمار نیست. اگر اعتراض های سال 2009 را به یاد داشته باشید، بسیار متمرکز و در چارچوب جنبشی سیاسی بود، اما این اعتراض ها بسیار پراکنده اند، اما فراتر از مرزبندی قومی اند. به شیوه ای متفاوت حلقه های اتصال جدیدی وجود دارد. هیچ کس نمی داند وقایع به کدام سمت سو خواهد رفت. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، 6 مهر در مصاحبه با نشریه تایم از احتمال بسیار واقعی تغییر رژیم در ایران سخن گفته بود. بهاری با اشاره به اینکه ایرانیان اژه‌ای را می‌شناسند میگوید این برای آنها بازی دو سرباخت است و پیشنهاد او برای گفتگو بی پاسخ خواهد ماند. استراتژیک جسم ناقص خامنه ای این بار به کار نیامد. صاحب نظران بی‌طرف خارجی هم تصریح کردن به این معنی، قبول دارن، یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست. این تحریکات البته ممکن از این زمینه های استفاده کرده باشن، لکن تحریکات تبلیغاتی و اثرگذاری فکری و اینها، ایجاد هیجان، تشویق، راه نشون دادن، اینجور کوکتل مولوتوف بسازید، اینجور چه کنید، اینا کاریست که واضحه که داره انجام میده، این روشنه. دیروز دوباره خامنه ای به اتفاقات اخیر واکنش نشان داد. او در دیدار با اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراضات را اغتشاش های پراکنده خواند که دشمن به صورت انفعالی و ناشیانه در مقابل پیشرفت ها و حرکت های ابتکاری و بزرگ ملت ایران طراحی کرده است. او درباره معترضان نیز گفت برخی از این افراد یا عامل دشمنند یا اگر هم نباشند همجهت با دشمن هستند و برخی هم افراد هیجان زده هستند. در مورد دسته دوم باید کار فرهنگی انجام گیرد، اما در خصوص دسته اول مسئولان قضایی و امنیتی باید وظیفه خود را انجام دهند. خامنه ای تاکید کرد اینکه برخی میگویند فضا را امنیتی نکنید، بله ما هم موافقیم و تا آنجایی که ممکن است فضا نباید امنیتی شود، اما کار فرهنگی جای خود و کار قضایی و امنیتی هم در جای خود. اون پدیده بی نظیر اون سرود حماسی سلام فرمانده هم بود که از مرزها فراتر رفت، ده ها میلیون جوان و نوجوان رو در دنیا به خودش جذب کرد. اینا شوخی نیست، اینا مسائلی است که بار اول در دنیا داره اتفاق میفته. سرود سلام فرمانده گویا به دهن خامنه ای چنان مزه کرده که بعد از گذشت ماه‌ها و با وجود اعتراضات همچنان در سخنرانی های خود از آن سخن می گوید. او حتی یکی از دلایل اعتراضات اخیر را واکنش دشمن به این سرود ذکر کرده و گفته است سرود حماسی از مرزها فراتر رفته و ده ها میلیون جوان و نوجوان را در دنیا به خود جذب کرده است. اینها شوخی نیست و برای بار اول در دنیا اتفاق می افتد. یک سرودی در کشوری تولید شود و در چندین کشور دیگر تکثیر شود. من نمیخواهم اسم کشورها را بیاورم. اگر اسم بیاورم برخی از شما که اطلاع ندارید تعجب خواهید کرد. اینها اطلاعات دقیق ماست. در این فضای اعتراضات خامنه ای تلاش میکند با سرود سلام فرمانده تلخی اعتراضات را برای خود رفع و از سوی دیگر تاکید کند که برای او همچنان این سرود و پایگاه اجتماعی آن اهمیت دارد، نه معترضان، و با آنها میتواند حکومت
حکومت خود را حفظ کند. کاربری در این باره نوشته از نظر خامنه ای اعتراضات نتیجه حسادت غرب به سلام فرمانده است. مواجهه خامنه ای با اعتراضات 1401 متفاوت با اعتراضات دیگر از جمله سال 88 بوده و از ابتدا استراتژی تحقیر معترضان را به کار برده و آن را برخی اغتشاش‌های پراکنده دانسته. این استراتژی توسط حامیان او نیز تکرار شده است. از جمله حمید رسایی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفته بود معترضان سال 88 در فضای واقعی بودند، اما اعتراضات اخیر تنها در فضای مجازی است. همچنین در اعتراضات اخیر حامیان حکومت موضوعات دیگری چون هیجانات جنسی، گیم ها و آموزش مجازی به دلیل کرونا را به عنوان دلایل اعتراضات مطرح کرده اند، هرچند که خامنه ای همچنان دشمن را دلیل این اعتراضات ذکر می کند. یکی از تفاوت‌های اصلی مواجهه خامنه ای با اعتراض‌های سال‌های اخیر و اعتراضات سراسری دهه‌های 70 و 80 استفاده نکردن از برانگیختن احساسات حامیانش بوده. او اتفاقاً بعد از انتشار خبرها درباره بیماریش این بار قصد دارد جسم سالم و اقتدارش را به رخ بکشد. علی خامنه ای سال 88 در پایان خطبه نماز جمعه مشهور خود گفت ای سید ما، ای مولای ما آنچه باید بکنیم انجام می دهیم. آنچه باید هم گفت گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروی هم دارم که اینها را هم خود شما به ما دادید. همه اینها را من کف دستم گرفتم. در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشد. این سخنان خامنه ای تکرار سخنان او در سال 78 بود که با گفتن عبارت اگر عکس من را هم پاره کردند واکنش نشان ندهید احساسات حامیان خود را تحریک کرد. ای سید و مولای ما، بزرگترین آرزو و افتخار بنده این است که در این راه پر افتخار، پر فیض، پر بهجت جان خودم را تقدیم کنم. ای سید ما، ای مولای ما، من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم. در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. او در سخنان خود درباره اعتراضات 1401 اما از این حربه استفاده نکرد، شاید به این دلیل که در چند سال اخیر صف‌بندی سیاسی در ایران کاملا شفاف شده و حامیان بازمانده خامنه ای به ویژه در سال 98 به بعد کمتر مانند گذشته جنبه ایدئولوژیک دارند و پذیرفتند که سرکوب شدید تنها راه باقی ماندنشان است. همچنین دیگر تفاوت این اعتراضات گسترش شبکه‌های اجتماعی است. از این جهت حامیان خامنه ای احساس می‌کنند که تکرار سخنان سابق باعث تمسخر گسترده او در فضای مجازی خواهد شد. عزیزان، فردای آزادی کشور بسیار نزدیک است. تا تحلیل بعدی شما رو به خدا می سپاریم.